امسال در آستانه سال جدید شاید بودیم که رژیم حداقل دستمزد کارگران رو به شکلی مشخص کرده که با سایر مخالفاتش زیر نه میلیون تومان میشه. این در حالیه که خط فقر رو در همین رژیم کارشناسانش از 18 تا 25 میلیون تومان تعریف کردن. برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام کنم خدمت شما آقای تستجی زمین تبریک سال نو از حضورتون تشکر میکنم که در برنامه امروز ما شرکت کردید تشکر میکنم من خدمت شما و همه هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم و اجابه که حلول سال نو سال تهیه آماده قیام مقدمات قیام رو به همه هموطنان تبریک بگم در جمع به هموطنان مسلمانم هم حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک بگم انشالله که نماز روزها قبول دعاها قبول و انشالله که امسال سالی باشه که بتونیم مسائل ایران رو به طور کامل حل کنیم و در ایران آزاد سال دیگه عید رو با هم دیگه جشن بگیریم بله آقای دکتر تسوجی شما با آشنایی که با این میزان تورم و خط فقر در ایران دارید این میزان دستمزد برای کارگران کشورمون رو خودتون چطور ارزیابی میکنید؟ بله خب میدونید که در ایران در همون جوری که خود ولی فقیه بالاخره مجبور شد اعتراف بکنه تورم مسئله اقتصادی مسئله عمده است که گریبانگیری رژیمه این مسئله اقتصادی همه جامعه ما رو به طور کل غیر از اون دهک بالا غیر از کسایی که با خود رژیم ساخت و پاک کردن و به اصطلاح از یک زندگی سوپر لاکجوری برای خودشون تعمین کردن همه رو تحت تاثیر قرار داده ببینید طبقه کارگر خب همچنین در طبقه دایگان در در طبقه کارمند مینیموم های زندگیشون رو باید از کار یدی که میکنن یا کار فکری که میکنن استخدام این شرکت یا اون شرکت میشن برآورده کنن برابر این لازمه که مینیموم سبد معیشتشون رو حداقل این دستمزدشون بتونه تعمین بکنه خب سبد معیشت چیه سبد معیشت برای یک خانواده متوسط یک خانواده در ایران به طور عام زن شوهر همسر دو هم... همسر و فرزند دو همسر رو ببخشید پدر و مادر و دو فرزند هست خب این اگه شما کنید اینا بالاخره سرپوش میخوان یعنی باید مسئله قیمت مس... توان حل مسئله مس... مسکنشون داشته باشن اجاره بدن باید معیشتشون رو چیز کن ببخشین خوراکشون رو باید بهداشتشون باید مسئله آموزش و پرورش مسئله پوشاک مسئله شاید اگر چیزی باشه برای استراحت تفریح اینا رو همه رو به هم سرجم کنند ببینم به طور واقعی در یک ماه چه میزان هست این دیگه مینیمومی که هست این رو وقتی مشخص کردن کشورهای عمومی به طور عمومی دارم میگن در حمید جهان میان سالانه با نرخ تورمی که هست این رو بالا میبرد یعنی دستمرد کارگران و کارمندان یا حتی شرکت خصوصی مینیمم تورم رو سعی میکنن که بپوشونن خب در ایران همون طبق گزارش که دادید از موقع که اینا سر کار اومدن همینجور تورم بوده و بوده و بوده هست تورم متوسط در ایران در پنج سال گذشته بالای پنجاه درصده خودتونم که الان اشاره فرمودید تورم قضایی یه چه بالای هفتاد درصده به طور کلی در ایران طبقه متوسط کامل بین رفته صحبت های خود آقای رجوی هم دید برای سال نو هشتاد درصد مردم ایران زیر خط فرق هستند خب با در نظر گرفتن اینها وقتی که خط فرق رو خودشون میان یه چی نزدیک 17 میلیون مشخص میکنن مشخصه که حقوق دستمزد 6 میلیون تومن 7 میلیون تومن 8 میلیون تومن برای کارگر کفاف نمیده اگرم دیدید خودشون قبل از سال نو هیچ مسئله دستمزد حداقل دستمزد کارگر مشخص نکرده بودن اخیرا فکر کنم بعد از اید، چیزی گفتم 27 8 درصد میبرم بالا خب 27 درصد وقتی که حقوق, بل... حقوق معمولی یک کارگر نزدیک 6 7 میلیون تومان باشه خب به جای کفاف نمیده گزارشتون خیلی مقصود بود گفتید درآمد ماهانه یک کارگر از 225 دلار در ماه رسیده به 125 دلار این رو مقایسه کنید با کشوری مثل مثلا ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا من اون موقع که دانشجو بودم اومده بودم خب در تابستون کار میکردیم حقوق من سالی ماهی ببخشید ساعتی دو دلار نیم بود الان در آمریکا حقوق ساعت مینیمم حقوق کارگران نزدیک 17 دلاره این رو اگه حساب کنید 17 و نیم بکنید یعنی کارگر آمریکایی در یک روز پولش معادل درآمد تمام کارگر ایران است در نظر بگیرید که ایران در ایران درسته که درآمد ریاله ولی مخارج واقعا دلاریه تو تظاهرات دیدین مردم میگفتن درآمد ما ریالیه هزینه ها دلاریه بنابراین به هیچ وجه این مسئله مسئله 27-8 درصد بالا بردن حقوق کارگران به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود ببینید یک قلم دیگه اینا میگن حقوق کارگران میدونم این هست اون هست و نمیدونم تورم بالاست ولی نمیگن چرا این تورم هست نمیگن دلیلش چی بوده یک قلم من دیروز باز میکندم سی میلیارد دلار یه خودشون گفتن اینها در سوریه هزینه کردن الان, الان از سوریه کشیدن بیرون هیچی هم عایدشون نشد خب این سی میلیارد اگه تقسیم بر 20 میلیون خانواده ایرانی بکنید با دلاری که الان هست دلار الان نزدیک 51 هزار تومنه به هر خانواده در ماه به هر خانواده در ماه یه 6 میلیون 6 میلیون و 250 هزار تومن میرسه ببین اول این اول که بیان پول مردم زندگی مردم رو تامین بکنن حوس کارای آوانتریستی تروریستی و اون اهداف بسیار بسیار غلط سیاسی کردن یعنی عوض اینکه بیان وضع کارگرا رو بهبود ببخشن وضع کارمندا رو ببخشن مسائل تولیدی ایجاد بکنن فقط و فقط مسئلهشون همون روی قدرت موندن در این حال اگه اضافه کنم و سخن رو کوتاه کنم شما دیدید در بودجه 1401 یعنی بودجه سال قبل نه سال اینها 270 درصد بودجه سپاه رو برده بودن بالا بودجه سپاه و بسیج در 1402 ایزن بودجه سپاه بسیج و نهادهای تبلیغاتی مینیمم 70 درصد رفته بالا یعنی چی اینا فقط تامین حقوق نیروهای سرکوبگر رو به وظیفه خودشون میدن بقیه مردم لا غیر از اونایی که رادخارن غیر از اونایی که خب دهک بالا رو گفتیم با اینا ساخته باک کردن و زندگی های سوپر لاکچری بنابراین هم وضع طبقه کارگر هم کارمندان در امسال بسیار وقتی تر از پارسال خواهد بود و به نظر من ترس رژیم هم از این بسیار بسیار زیاده بلد. اگر بخوایم به طور واقعی ببینیم طبق کارگر حداقل باید یه چیز نزدیک 18 میلیون تومان درآمد ماهانه خانوادگی داشته باشد تا فقط بتونن مسائل زندگیشون رو حل بکنه. بله آقای دکتر تسوجی هرچند هر که من سوالات بیشتری از خدمت شما دارم که بپرسم ولی با توجه اینکه وقت برنامه ما متاسفانه به پایان رسید اگه اجازه بدید صحبت های بعدی رو به بخش بعدی برنامه موکل کنیم تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز و تمام توضیحاتی که دادید حتما تشکر میکنم شما و همه عزیزان رو به پروردگار یک تامس برم پیوز باشید